هیچ تغییری نکرده، هنوز بیهوشه. این که خبر خوبیه خانم. کجاش خوبه دکتر؟ این که بیهوشیش عمیق‌تر نشده و در همون سطحیه که بود. عمیق‌تر بشه میره کما. خانم عرض کردم نمیشه، باید صبر کرد، ایشالله که به هوش میاد. با اجازت. خیلی ممنون. منصور اینه هیچی حالشون نیست، بیا برو ترخیصش کن ببریمش بیمارستان خصوصی. نباید از اینجا تکونش بدیم، اینجا بهترین کادر پزشکی رو داره. خودم میبرمش. من نمیذارم از اینجا تکونش بدی، حتی یه قدم. اگه نگران هزینه هاشی اون با من. نگران هزینه هاشم، نمیذارم از اینجا تکونش بدی. اگه دست تو بود نگهش دار. اگه دست تو بود ببرش. داداش بقیه رو راهی کن بدن تا صبح که نبه بیمارستان بمونن. سعید آقا جون عزیزو ببر خونه. چشما اونا رو میبرم، خودم برمیگردم. نه لازم شد خبرت میکنم. برو داداش. آره برو. باش خداحافظ. خداحافظ. ده سیزده. چی؟ رمزشه. شاید لازمه دوش. لازمه نه. باش که من بدونم بابا شر بعدا نزد. ای بابا راستش منصور بیشتر از اینکه حال تو رو بفهمم حال سنداداشو میفهمم. تو همه چیز رو انداختی گردنمون. من که هیچی بهش نگفتم. ای بابا اونجوری که تو نگاش کردی از صد تا حرف براش بدتر بود. چی کار باید میکردم؟ ازش تشکر میکردم که بچم به این حال روز افتاده. عزیز من مریمم مریضی الهه رو انداختی گردن من. میگه تو با تندی و سختگیری باعث شدی این دختر مریض بشه. خب شاید بی ربط نمیگه. درسته شاید، ولی بعضی موقع خیال میکنم که آدم خودش باعث بدبختی بچهش میشه. تحمل این دردم سخته، این فرصتم سخته. این از چشمای ماهرخ فهمیدم. بالاخره باید آدم اشتباهاتشو گردن بگیره دیگه. خب گردن بگیره که چی؟ چیزی عوض میشه؟ نمیشه. چرا میشه؟ آدم ها یاد میگیرن که به بچهشون بی خودی سخت نگیرن. امیدوارم این فرصت باشه، هم برای الهه هم برای آرش. بیا تو عزیز جون. ای بای بیا تو. ای بای من که دیگه دارم میافتم. ای قلبم بیا تو آرام باش عزیز. ای خدا جونش. ای خدا ای خدا ای خدا خودت خودت کمک کن. خودت کمک این بچه بیمش. سنگ و ما میندازیم تای چاه، بعد از خدا میخوایم بیاد کمک کنی که درش بیاریم. نمیشه خانم، نمیشه. راست میگه آقا جون، نه به اون حساسیت ما رو خانم، نه به این بیخیالیش. مادر دیگه هر کاری میکنه به خیالشه که به خیر و صلاح بچه‌شه. وای تفلک مارخ. مارخ باید بره دعا کنی که آرش حالش خوب شه، وگرنه من میدونم اون. آخه برای چی رفته برای بچه که گواهی نامه نداره؟ ماشین خریده. برای اینکه آرش رو راضی کنه که مهندسی بخونه. شما اگه پدری کردن رو به منصور یاد داده بودین، حالا لازم نبود به مادر بودن ماهرخ ایراد بگیری. باز کی آخه منو گرفتی خانم؟ من اصلا هیچی حالیم نیست، پدری کردنم روش. آقا جون عزیز بابا، مگه با این حرفا چیزی درست میشه؟ بهت گفتم به این ناصر یه چیزی بگو، تنده. هیچی نگفتی. بهت گفتم به این منصور یه چیزی بگو، واداده. بازم هیچی نگفتی. عزیز همه چی پای آقا جون ننویس دیگه. ذات آدم مهمه، اگه به تربیت باشه الان منم باید این برادرم باشه. تو دیگه چی میگی؟ تو خودت که چطور گاف پلنگی. الحمدلله از هر برادر یه تیکه‌ای داری. پاشو برو یه زنگ بزن ببین بچه به هوش اومده. خانم ما تازه رسیدیم، با این تلفن زدن ها بیشتر پریشون میشن. اصلا بی خود اومدم خونه، بی خود. من باید اونجا میموندم، دلم داغن دارم، دلم شور میزن.
اصلا به شما ها چی کار دارم؟ خودم میرم تلفن میزنم. لا اله الا الله. کاش من میرفتم تو کما تا دست شما خلاص شم. آقا جون شما کتا بیا مادره ها. من مخصوصا صدا میبرم ولی که حواسش پرچیه. حالا خدا کن از کما بیرون بیاد، حالش خیلی خراب. که دوروبرم نمیگردی، هیچی بهم نمیگه، از بزرگواریت نیستا. میخوای عذابم بدی. تو که میخوای بگی خب همین الان بگو دیگه، خلاصم کن. منصور باهات حرف میزنم، نگام کن. چیزی رو که میخوای فردا بهم بگی همین امروز بهم بگو. دقم نده. چی بگم؟ بگو دیگه. بگو من مقصرم، بگو تقصیر منه، بگو من زورش کردم درس بخونه، بگو من براش ماشین خریدم، بگو دیگه، بگو من دیوونش کردم. نمیگی؟ من میگم. من میگم که تو مقصری، تو هزیر گوشش خوندی، تو تحریکش کردی، تو یک کاری کردی جلوی من وایسه، تو به این روز انداختیش. خواهش میکنم بس کن. تو ژنتیکی همینی، هیچ کارش هم نمیشه کرد، تو عوض بشو نیستی. بچت به اون حال و روز افتاده، بعد تو داری با این حرف خودت رو تبرئه میکنی. خودم رو تبرئه میکنم؟ برای اینکه داری همه تقصیر رو میندازی گردن من. من چی کار میکنم ما رو؟ من که مات و مبهوت فقط دارم نگاهت میکنم. بدتره که سکوت که میکنیم چشات حرف میزنه. چشم دیگه چشم برام نمونده. من کیم؟ منو میشناسی؟ یه عمر منو نشناختی، نه منو نه بچه‌تو. بعد از اینم نمیشناسی. دوباره شروع نکن منصور، من که میدونم قصت از چیه. من دیگه قصه ای نمیخورم، دیگه چیزی ندارم که ازم بگیری. تو دار دنیا همین یه بچه رو داشتم، اونم ازم گرفتی. اتنا از من، از خودت هم گرفتیش، از خودش هم گرفتیش. چرا اینقدر بلنده؟ خب مامان صاحب این لباس قدش هم از شما یک کم بلندتره. خب چرا اینقدر گوشماده؟ بلکه از شما یه ذره چاختره. سوالشو میکنی؟ چقدر بهش میاد؟ ایشالا عروسیت خودم یه لباس خوشگل برات میدیزم. خوشگلم ولی مامان این است که دنباله داره، قشنگ میشه. ایشالا مبارک صاحبش باشه. یه دقیقه سید قواسی راست میگه ای به حلاشم باید یه زنی جمع بشه، قدشم باید یه خوده ها. آره باید از قدشم بگیره. کفشت پاشنه بلنده ها؟ من رو نگاه کنم از تشکل سوشتی یا نه؟ تو خاطی چی نیم؟ نه همون دمپای راحتی هم ها. خب خب حالا قدش دیگه وقتی که خطابش خودشون مرد پوشید مشخص میکنیم چه قدش باید کتاب بشه. سلام بابا. سلام بابا چطوری؟ قربانت خوبم. چه نمیه بابا؟ جلو همکار دارم خواستم حرف بزنم. خب سب میکردی میامدم خونه دیگه. بابا خب ماما خونه هست دیگه، خصوصیه. خیلی خوب، حالا اینجا؟ تو ماشین. حالا چی تو؟ خیلی خوب، من گوش میدم. نمیخوام برم کیش. این چه حرفیه؟ تو ثبت نام کردی؟ اتفاقی افتاده؟ نه. یعنی چی؟ چی شده یه تصمیم دوست شده؟ کلی پول ثبت نام دادی، با شرکت تصفیه حساب کردی، این بچه بازیه یعنی چی؟ با
پدر، بچه بازی نیست، تصمیمه. خب این که نمیشه هر روز یه تصمیم دیگه بگیری. آدم خیلی تصمیم ها میگیره، ولی موقعی که پای عمل میرسه تازه میفهمه این کار هست یا نیست. تو که نمیخوای بری جنگ، میخوای بری درس بخونی برگردی، این که جا زدن نداره. نمیتونم از اینجا دل بکنم. از چی؟ از کی؟ اگه منظورت من و مادرتیم، خب میتونی آخر هفته بیای ما رو ببینی. بحث دلتنگی برای شما که هست، ولی الان منظورم اله هست. اله آرمان خجالت بکش، اون داره شوهر میکنه. نه بابا، همش داستان بود، بازی بود که من بیخیال شم، دروغ بود. خب اگه اینجوری تو چرا به خاطرش میخوای درستو ول کنی؟ جوابت کردن دیگه. اصلا این حرفا نیست، اله مریضه. معلومه که مریضه، مریضه که داره بازیت میده. ام اس داره بابا. از کجا میدونی؟ خواهرش الهام بهم گفت. اونا دروغ میگن، شوهر کرده، ام اس داره، مریضه، دروغ میگن. نه این دفعه دیگه جدیه. پس اینجوری روغن ریختن از امامزاده میکنن. این چه حرفیه بابا؟ از شما بعیده. دروغ میگن؟ بچه اون موقع که دختر سالم بود قبول نکردن، حالا چی شد که ما دندونگیر شدیم؟ اصلا اونا چیزی نگفتن، حرفی پیش نمیده که شما زود قضاوت میکنین. این تصمیم خودمه. اگه هیچی عوض نشده، برای چی برنامه تو عوض شده؟ یکم به فکر خودت باش. اتفاقا خیلی فکر کردم، الان لازمه که اینجا باشم. چرا؟ برای چی؟ دکتری؟ متخصص ام اسی؟ تو فقط داری به اون ترحم میکنی، چیزی که اگه الهه بفهمه خودش هم ناراحت میشه. ترحم نیست، دوست داشتنه. نمیتونم تو این شرایط تنهاش بذارم. آرمان تو خودت میدونی که من بیشتر از مادرت پاپه این بودم که تو با الهه ازدواج کنی، اما الان اصلا دلم نمیخواد که قربانی مریضی الهه بشی. اگه فردا پس فردا نشست رو ویلچر، میتونی یه عمری این من اونور بکشونیش؟ اینجوریام نیست. من در رابطه با این مریضی تحقیق کردم، میشه تو مراحل اولی کنترلش کرد. تازه اگر اون اتفاقم بیفته، آره من پاش وای میستم. بابا مگه شما نمیگفتی نسل شما نسل تعویزه، نسل ما نسل تعمیره؟ مگه شما مثال نمیزن تا گوشیاتون میشکن به جای تعمیر کردن میدوی میرین تعویزش میکنین؟ مگه نمیگفتی جوان ها این دور زمین تا به مشکل میخوان سری جای گذی میکنن طلاق میگیرن؟ خب من میخوام مثل شما باشم، این بده؟ زبونم لال، اگه بعد عروسی با مامان یه همچین اتفاقی میافتاد، شما مامانو ول میکردین؟ جایگزین میکردین؟ طلاقش میدادین؟ من با مادرت ازدواج کردم، تو عروسی نکردی که. ولی دوستش که دارم. داداش بیام پیشت؟ رو دروسی نکنم، تنها نمونی برحال. اوضاع کار که خیلی بده، میخوام تعطیلش کنم. اگه به قیمت بدم خب مشتریش هم هست. آره بابا میفروشمش، برحال میرم کنار زن و بچه هم میشینم، اون پولم به کارش میکنم. دیگه خسته شدم، نمیکشم. آره آره دیگه فرض میکنم بازنشسته شد. ای وای باش، اصلا میام پیشت، کاری نداری. خداحافظ. مجید، مجید بله آقا. باشه یه روزش بچه همون دستگاه رو خاموش کنیم. یه سی روز یه بود بشین بشین بود.
راستیاتش دیگه نمیتونم بیشتر از این مدیونتون باشم. این مدت رو یه جورایی با کلا به کلا کردن گذروندیم، ولی دیگه نمیتونیم. میخوام این کارگاه رو واگذار کنم. سفارش ها رو که تمام کردین بگردین دنبال کار. آقا ناصر، من وقتی اومدم اینجا کار کنم ریش و سیبیلم در نیومده بود. با این سن و سال کجا برم ها؟ کجا باید برم ها؟ منم یه الف بچه بودم که تو کارگاه این و اون پادویی میکردم. داشتن یه همچین کارگاهی ته ته آرزون بود، ولی خب چاره ای ندارم. تا آخر این مام همه حقوقتونو میدم. پاشو، پاشو غمبرک نزن، یه سری چایی بده بخوریم. پاشو بشین، خودم میرم میرم. آز تو بیمارستان چرا قیافت اونجوری کرده بودی؟ خیلی سرمون رفته بودیم بهشون روحیه بدیم، تو روحیه اونا هم ترکوندی. دو دقیقه دیگه اونجا مونده بودی، آی سی یو لازم بودی. دلم برای ماهرخ میسوزه تفلک. خیلی سخته بچه، خیلی سخته. ماهرخ خانم الان میفهمه مادر کریستیانو رونالدو چی کشید تو بازی فینال. بابا بچه‌شو زده بودن معصوم شد و با هزار امید. ببخشید. خانم چیز کاری. الو، سلام خانم. نه نه، اومدیم بیرون رو بیمارستان. میام خدمتتون. بعد فکر می‌کنم تا نیم ساعت دیگه برسن. اونجا با کجا بیام؟ حله حله. باشه. خیلی خوب. میرسم اونجا دیگه. خدافظ شما. نیم ساعت دیگه چیه؟ مگه قرار نشد منو برسونه داره؟ آره میخواستم، اما تا دیدی که الان قرار کاری پیش اومد دیگه. ببینم تو آژانس میرسونم، با آژانس برو. ها؟ بله، سربازم اینجوری احضار نمیکنه. بابا الان صحبت ما دیپلماسی، از سربازی بدتره. خواستم بیاین چون نمیشه تو دفتر صحبت کرد. خب آخه لازم بود اصلا بیایم همچین جایی. من نمیفهمم چرا. دفتر مجهز به دوربینای مدار بسته و ضبط صداست. لازم بود که بیایم بیرون صحبت کنیم. اینجا ها نداره یعنی؟ مگه خبریه؟ بله، راستش میخوام یه پروژه جدید تعریف بکنم، یعنی من و شما. خب کاری بود همونجا صحبت میکردیم که بهتر بود. خصوصیه، من برای این کار احتیاج به 10 تومن دارم. ای کاش زودتر میگفتین. خب همین که میمدم اینجا 3 تومنشو میریختم، چون حداقل 2-3 روز طول میکشه 3 تومن کارت به کارت کنم. نقد پیشم نیست یعنی. 10 میلیارد تومن؟ خب تو این شرایط که میدونی گفتم هم شما. من پول جور کردم، سرمایه از من، کار از شما. پس اگه جور شده که چشم، من در وز تا مقصد در خدمتتونم. فقط یه مشکلی هست. دانیال داره برمیگرده. مشکل نیست. خب چه ربطی داره برگرده؟ دانیال با شریک خارجیش میخوان یه کارخونه راه بندازن. قبل رفتن پول ریخ به حساب من که کار اولیش رو انجام بدم. قرار بود 2-3 ماه بمونن، بعد از 2-3 ماه با شریکش بیان و مراحل پیشرفت کار رو ببینن. ولی متاسفانه آخر همین هفته برمیگرد. برگردن؟ من اون پول صرف پروژه خودم کردم. فکر میکردم تا برگشتن دانیال کار رو تموم میشه و سرمایه برمیگرده، منم میتونم کارهای دانیال رو تموم کنم. ولی متاسفانه همه چیز به هم میریزه. خب راستشو به دانیال بگین. یه ماهی برمار که برای شما و دانیال زیاد فکر نمیکنم. بعدش هم پسر فهیمیه واقعا. خودش هم قبول کنه، اون شریک خارجیش قبول نمیکنه. اون وقت فکر میکنه که یه کلاهبرداری تو این داستانه. پس فکر کنم از من میخواین که شریکشو یه جوری سر به نیست کنم، نه؟ شما باید یه همکاری کوچیک بکنیم. یعنی برای احداث کارخونه کارامونو کردیم. که اینجوری دانیال و شریکش خیالشون تخت بشه و بی خیال شما بشن.
من پول دانیال رو بهش برمیگردونم. سهم شما هم 1 میلیارد. 1 میلیارد؟ چرا من؟ من از شما میپرسم. این همه آدم با سابقه تر و قدرتر از من تو شرکته. چون به قول خودتون شما رفیق فاب دانیال هستید. اون به شما اطمینان داره. منم به شما اطمینان دارم. خب شما چطور قبول میکنی به آدمی که به رفیق فابش داره کلک میزنه اعتماد کنی؟ این کلک نیست. دقیقا همون کاریه که شما میخواستید با ماشین شاسی بلند بکنید. مگه شما میخواستید به فامیلتون کلک بزنی؟ این حافظ لنگویجه نه؟ دقیقا. آدم ها با گذشتهشون تعریف میشن، با آیندهشون هم دیده میشن. هیچ کار غیر اخلاقی هم توی کار نیستش. دانیال خیلی بیشتر از اینا به من بدهکاره. شما به فکر سهم خودتون باشید. 1 میلیارد. میدونم شما یه چیزی مثل وام از دانیال میخواین، ولی بعد از اتفاق اون شاسی بلنده به من حق بدین. یعنی آدم از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. اگر که گنج باشه چی؟ ارزشش رو نداره؟ من چقدر وقت دارم فکر کنم؟ تا 8 شب که بیان یه سری فاکتور هزینه است امضا کنید. یعنی مأمور خرید من بودی. میام شرکت؟ این آدرس خونمه. اگر که شما زودتر از من رسیدید خدمتکارم هست، در براتون باز میکنه. حالا بیایید سیانمایی کنیم. اگه من این حرفا رو به دانیال بگم چی؟ نه، شما نمیگی. چون دوراور من شما تنها کسی هستید که خوب میفهمید این کار اصلا خلاف نیست. مثل همون برنامه‌ای که برای اون ماشین شاسی بلند داشتی. شما ریسک پذیری مثل خود من. این دلیل اعتماد من به شماست. اگرم قبول نکنین اصلا دلخور نمیشم. فقط بین خودمون بمون. اگر که گنج باشه چی؟ ارزشش رو نداره؟ الو سلام. سلام محسود، کجایی؟ تو خیابون. مگه نرفتی شرکت؟ دارم میرم. تا کی کار میکنی؟ نمیدونم. میگم ساعت 7 میشه بیای شیخاگو دنبالم؟ نه امشب کار دارم، خودت برو خونه. من میخواستم یه سر به عزیز بزنی. آره ولی نمیتونم دیگه. میگم ساعت 8 قرار دارم. کجا؟ کجا داره؟ خب هر جاست برای کاره دیگه. خب حالا برای چه عصبانی میشی؟ بابا فکرم درگیره. کاری نداری؟ یعنی اینقدر که نمیتونی حرف بزنی؟ بابا زهرا تو چته؟ چپ رو داری بهم گیر میدی ها؟ تو چته که فکر ذکرت شده شرکت و خان رفی؟ خداحافظ. باز شکر شد بابا. ولکن بابا. یه کاری تو اما. خداحافظ. خوشبختیشو میخواستم. همه این مامانا به بچهشون میگن درس بخون. ماشین دوست داشت. خوب من چه میدونستم؟ دخترم مارخ شم بابای من. آروم باش، خواهش میکنم. من با مادر تماس گرفتم ولی راستش نتونستم چیزی بهش بگم. اون بند خدا میخواست بره تو حرم. فقط بهش گفتم دعا کنه. همه دعای من نفرین شد. این حرفا رو نزن بابا. کفر نگو. توکل به خدا کن، خواهش میکنم. مرسی بابا. منصور کجاست؟ نمیخواد چشش تو چشم بیفت. هیچی نمیگی. میخواد عذابم بده.
این حرفا رو نزن خواهش میکنم بابا. اون بند خدا ملاحظه حال تو رو میکنه. بازم دارم میگم کار خوبی نیست. خودم میدونم ولی لازم. اگه حسد اشتباه باشه گناه کردی، تهمت زدی. آی فاطمه، میشه تو به من درس ندی؟ خودم بهتر از تو میدونم. دیگه نمیتونم با شک زندگی کنم. اومد اومد، سر تو بیار پایی نبینتت. برو برو دنبالش، برو به پا گمش نکنی. سلام. خاکپور هستم، از طرف خانم رفیعی هماهنگ شده بود. بفرمایید بالا. بله بله. باز شد، ممنون. سلام، ببخشید مزاحمتون میشم. می‌خواستم ببینم خانم رفیع کدوم واحد تشریف دارن؟ اجازه بدید باهاشون تماس بگیرم. برای چیزی که مطمئن نیستی چرا خودتو اینجوری هلاک میکنی؟ دیگه چجوری باید مطمئن بشم؟ شاید یه قرار کاری بوده. قرار کاری تو خونه؟ خب چرا از خود مسعود نمیپرسی؟ چی بپرسم؟ درمش بگم برای چی رفتی خونه خانم رفیع؟ با خودخوری که چیزی حل نمیشه. من میرم با خود این خانم حرف میزنم. یعنی چی؟ میخوای آبروی خودتو مسعودو ببری؟ آبروی چی؟ بذارم زندگی ما ازم بگیره؟ پس لااقل با داداش عباس حرف بزن. مگه اون بنده خودو تعهد داده بیاد همه مشکلات ما رو حل کنه؟ ای بابا تو حالت خوب نیست، من هر حرف میزنم یه بهونه میاری. قصه حرف نزن، من میخوام تنها باشم. لااقل با ماهان مشورت کن. نمیخوام با کسی مشورت کنم. تو هم به کسی چیزی نه. فاطمه پاشو برو الان ماما نگران باشه. کاری داشتی زنگ بزن. خداحافظ. به سلامت.
نمیدونه کجاست؟ من تمام گزارشام، تمام زندگیم تو این فلشه. باشه، حالا پیداش میکنم. بذار فکر کنم ببینم کجا گذاشتم. تازه فکر کنم ببینی کجا گذاشتی. من فرباد کارمو تحویل بدم حسنا. تو که نمیتونی یه فلش نگه داری، چرا از من فلش میگیری؟ برو اتاقتو بگرد. گفتم که تو اتاقم نیست، رفته بودم بیرون، تو کیفم. باشه خودم میرم میگردم. کجا؟ برو کنار. نمیشه بری تو اتاقم. برو کنار. تو اتاق من نمیذاری. اتاقمو تازه مرتب کردم. چه خبرتونه؟ مادرتون خوابیده یه ذره یواشتر؟ بابا بیچاره شدم، این فلشمو گم کرده. بیاین اینجا ببینم چی میگه. بیاین. حالا تو با این فلش گم شدن بیچاره میشی؟ نمیفهمه دیگه. هر چی بهش میگم همه کارم تو این فلش بود، بازم نمیفهمه. حسین این چه طرز حرف زدنه؟ نمیفهمه یعنی چی؟ خب عمدن که گم نکرده که. بابا عمدن و سهمنش برای من مهم نیست. حالا من چیکار باید بکنم حالا؟ این انگار خودش تا حالا هیچ چی گم نکرده. شما فاصله تو نیم متر هم نیست با همدیگه که اینجوری داد بیداد میکنین. بعدا چرا همدیگه رو این و اون صدا بکنین؟ من اسم ندارین؟ چشم، ولی این حسن خانوم بیمسئولیت شما تمام کارهای منو نابود کرد. آره حسن خانوم؟ واقعا؟ بله، تمام گزارشای فردام تو این فلش بود. صد تا کار تا حالا برات انجام دادم، حالا یه فلش بود دیگه، گم شد که گم شد. تو برای من تا حالا چی کار کردی واقعا؟ چی کار کردم؟ فقط روزی صد بار درخواست چایی داری از آدم. جدیدن هم که تشریف بردی تو این خبرگزاریه دیگه درخواست نسکافه هم بهش اضافه شده. آره؟ تو یه حالا چایی نسکافه نبودی؟ بابا چرا مشکوک نگاه میکنی؟ یعنی میخوام بگی من سیگار میکشم؟ مثلا گفتم به چیزی مشکوکم. بعد میگم چای نسکافه زیاد برای سلامتی خوب نیست. جسارتاً بابا جان، تنها چیزی که برای سلامتی من ضرر داره این حسن خانومه. ببین حسین، چای نسکافه زیاد، سیگار، استرس، همه اینا برای سلامتی بده. همش. بابا باور کنه من همه اینا رو میدونم. مامان از صبح تا شب هشدارهای پزشکی داره میده. حالا هشدار پزشکی به کنار. منظورم اینه که اگر آدم به این چیزا عادت بکنه، یک عمر اسیرش میشه. بابا بحث ما سر فلش بودا. بهتر نبود از خیر فلش میگذشتی؟ مثل اینکه خودتون تازه از گوشه رینگ نجات پیدا کردی. چرا با همدیگه اینجوری حرف میزنین؟ چرا دنبال بهونه از همدیگه میگردین؟ حالا یا فلشش پیدا بکن یا کمک کن گزارشو دوباره بنویسه. بابا من چه میتونم گزارش چیه؟ بیا من به شما میگم، شما تایپ کن. برو بابا، من خودم به اندازه کافی درس و زندگی دارم. خواستی فلشو گم نکنی. شما هم از خواهر برادرین ها، چرا انقدر دعواتون میشه؟ یعنی شما با خواهر برادرتون دعواتون نمیشد؟ بهش فرصت بده پیدا میکنه. تا مگر نمیتونی چیزی رو نگه داری، لطفا امانت قبول نکن. در ضمن چایی و نسکافه واسه آهن بدن خوب نیست آقا حسین. فلش گم کردن هم فسفر مغز رو از بین میبره. فایلای صوتی رو بهت میدم، سری میری شو برگه. تازه تدوینم میخواد. چند تا گزارش کاره؟ کارای دو سال بعدت هم نندازی گردن من. یه جوری میگه انگار کل اطلاعات و اخبار مملکت لنگ ایشونه. چیکار کردی؟ خو من نمیبینه خوابیدم. شوخی کردم با؟ شوخی کردی؟ ها؟ ما هم شوخی میکنم. عباس نریزی جنوبور نریزی عباس نریزی. اگه درستت نکنم دیگه نمیتونم جمعت کنم. جمع میشم به خدا به صد عباس جمع میشم. جمع میشم. غلط کردم. غلطو با هم موقعی میکردی که ابریختی. غلطی دیگه. خب الان میکنم. آیوناس فکر کردی الکیه؟ الان دیگه خیلی دیر شده. عباس نریز جونمون نریزی جونم مال نریز.
تقبل الله. زهر خانم نمیدونی دعاهات داره با ما چیکار میکنه، همینجوری ما رو داره میبره به عرش. سلام. سلام. خوبی؟ چیزی شده؟ مجبوری؟ نرو این شیر خوارگاه، این بچه ها رو بغل میکنی هوایی میشه، اینجوری چشات بارونی میشه. ببینم آرش که چیزیش نشده. با تو هم حرف بزن، بگو چی شده. کجا بودی؟ بهت که گفتم قرار کاری. کجا؟ چطور مگه؟ پرسیدم کجا بودی؟ بکنم جر و بحث خونه تو اومده پایی، یه جورایی میخوای یه جا شروع کنی نه؟ چرا، من حق ندارم بدونم تو کجا بودی. چرا؟ ولی من از شما میپرسم که کجا میری دنبال کارات؟ آقا من اشتخ برای کار خونه همکارم نمیرم. تعقیب میکنی منو؟ خجالت نمیکشی؟ تو باید خجالت بکشی. خجالت چی؟ برای 1 میلیارد وسط آتیشم قرار بذارم میرم. 1 میلیارد؟ آره 1 میلیارد. پول کمی نیست، همون چاله چولامو پر میکنه، همه بدبختیامو درست میکنه. تو زیادی رو سادگی من حساب کردی. نه، حماقتم حسابش بازه. من احمق شب و روز جون میکنم که زندگی اونو بکشم بالا، بعد تو تعقیبم میکنی، دنبال این مچ منو بگیری. من که یه قدمش رو برنشتم. اگه صحبت کاره برشی تو خونه قرار گذاشتین. بابا زهرا، این سندا تو خونهشه، باید میرفتم تو خونهش امضا میکردم چون سندا اونجا بود. آخه سند باید تو خونه باشه. آره اینا سندایی که باید تو خونه نگهداری. چرا، این مدل جدید خانم رفیعیه، مدیریت جدیدشه؟ بابا مدیریت نیست، این یه پروژه محرمانه است که هیچ کی نباید بفهمه فعلا. وقت تو محرمشی. بابا بس کن. تو بس کن. فکر میکنی من بچه‌ام؟ مسعود از وقتی رفتی تو این شرکت اصلا عوض شدی. شدی یکی دیگه، من نمیشناسمت. چی میخوای بگی؟ ها؟ خجالت بکش. اینا اصلا فکرش هم خجالت آوره، بعد تو داری به زبون میاری زهرا. آره؟ نه، من اگر تو بخوای تو این شرکت بمونی از این خونه میرم. مسعود، من تازه دارم به حقم میرسم، حالا هر فکری میخوای بکنی بکن. باشه، من هر فکری بخوام میکنم. ای به تو اینه که هیچ چی رو نمیفهمی. مشکل تو اینه که همیشه زود قضاوت میکنی. مشکل تو اینه که من اصلا نفهمیدی من چقدر دوستت دارم، نفهمیدی زندگی اون برامون چقدر عزیزه. بابا من همه این کارا رو واسه این زندگی وامونده میکنم، ولی تو هیچ وقت اینو نفهمیدی. بابا اون شرکت صاحب مونده دوربین و مورمین از این چیزا داره، اون خانم رفی به خاطر اینکه کسی متوجه نشه اون سندا رو برداشت برد خونش. من برم اونجا امضا کنم کسی نفهمه، پروژهش رو کسی خبردار نشه. ولی تو نفهمیدی اینو. نیازی به این همه توهین نیست مسعود. تو اگه اینقدر حسابت پاکه که میگی، برای چی داری دانیال رو دور میزنی؟ دور زدن چیه؟ ها؟ چرا اینقدر زیانمایی میکنی؟ بابا همین الان از پای سجاده بلند شدی، چطور اینقدر راحت تهمت میزنی؟ زهرا جان، این خانوم با دانیال با هم حساب کتاب دارن. من تو الان داره میگه دانیال بیشتر از اینا بهش بده کاره. به من چه؟ این پولم یه وام کوتاه مدته که بهش میدم، همین. بعدشم من غلط بکنم به تو توهین کنم، من فقط این اذیت هم میکنه که نمیدونی من چقدر دوستت دارم. وگرنه کی میتونه جای تو رو پس من بگیره تو این دنیا؟ نه، من این دفعه رو واقعا تو میپرسم، کی؟ زهرا به خدا تو یه دونه ای برای من، یه دونه.
مکرترینم. بله جان عزیز. سلام. ماروخ؟ ماروخ جان؟ ماروخ چرا گریه میکنی؟ ماروخ واضح حرف بزن ببینم چی میگی؟ منصور این ماروخ چرا گریه میکنه؟ چی؟ یه دفعه دیگه بگو. عزیز آقا جون من باید برم جای کار دارم خودم میام شما بریم بیمارستان. سلام آبا خوبی؟ یه خبر عالی آرش به هوش اومد. آره باور کن منم الان دارم میام بیمارستان به خدا راست میگم. تو هم میخوای بیا آقای؟ نه اتفاقا خیلی خوبه بیا فقط زحمت نشه همه خوشحال اونجا بابا تو نگران نباش بیا اونش با من میبینم از سلام. سلام. سر خدا ببخشم مزاحم شدم. شما ببخشید. فکر کنم خیلی معطل شد. اشکالی نداره. بریم. میخوای من نیام؟ آخه همه اونجا برام سخته. همه کیان آوا؟ خانه اصلی عزیز و آقا جونن که تو راه رو نشسته. بقیهشون پیش آرشه. ولی با این گل انگار من دارم خواستگاری شما. آدم با این گل میره خواستگاری. گل من یادته. عیادت قبول کنین الان بریم. اگه اون حرفایی که به تو گفتن به من بگن چی؟ خب بگن حرفه دیگه مهم اینه که از این محله بگذاریم. بفرمایید خانم. حواست بهم باشه. سلام. آوا خانم اومدن آرش رو ببینن. راستش آرش یه عکسی گرفته که باعث شد آوا خانم خواهرشون رو پیدا کنن. خب خدا رو شکر. خیلی زحمت کشیدین. خواهش میکنم. من میگم تا وقت ملاقات هم نشده بریم یه سر به آرش هم بزنیم. حتما. با اجازه. خواهش میکنم. خوش آمدید. آقا جون بس. لطف کردید. خیلی ممنون. چه نگاه خریدارانه براندازش میکردی. بلند شده توی شلوغی خیابونا لطف کرده اومده عیادت. این چه برخوردی باش کردی؟ برخورد بدی نکردم. برخورد باباش یادت رفته چطوری از خونش انداختمون بیرون؟ اینا ناشکریه. حالا که خطر از سر مریضمون دور شده این حرکات با مردم ناشکریه. حالا این بچه کی مرخص میشه؟ همه یکی دو روزه. پاش مشکل پاش چی میشه؟ دکتر میگفت باید بره زیر برق از این فیزیوتراپیم از این چیزا. خدا شکرت.
خدایا شکرت بچه‌مون رو بهمون برگردوندی. شکرت. دیدی همه چی درست شد؟ تمام. ولی فکر کنم خیلی تحمل کرد. بلند نشد بیاد جلوی بعد و بیرایی بهم بگه. چی؟ آقا جونت؟ به قول خودش تبتون زود میشینی. تبتون نیست. با ازدواج ما مخالفه. بابای منم مخالفه. هیچ کاری هم که نتونستیم بکنیم. شما از حق وتوی عزیز جون ساده نگذر. گندم از گندم بروید جوز جون. بفرم. آفرین عزیز جون. این سعید حسابی منو آشمز کرده. هرچی باش صحبت میکنم زل زل تو چشام نگاه میکنه. انگار مرغش یه پا داره. چی بگم؟ برداشتی دختره رو آورده تو بیمارستان که چی؟ میخواد رأی من عوض کنه؟ نمیتونه؟ بله. شما هم باهاش بد تا کردی. میخواست خود شیرین نکنه خانوم. این خونه جای این دختر نیست. اینو میشد بدون بیحرمتی بهشون گفت. خانم من هیچ بیحرمتی بهش نکردم. دو دوزه نمیتونم بازی کنم. آقا جون عزیز راست میگه. خب حالا لاغر شما یه سلامه که خشک و خالی باش میکردین بعد... ناصر این حرفا چیه تو میزنی؟ مگه تو برای رد کردن آرمان یه چکش نزدی؟ جون من اشتباه فکر میکردم چوبشم خوردم اگه اونقدر به الهه سخت نمیگرفتم الان مریض نمیشد میگم ریشه همه مریضی ها تو اعصابه یعنی چی؟ تربیت بچه از خود بچه مهمتره ولی اون شب که اومدم برای بردن الهه شما یه حرفای دیگه میزدی میگفتی که من تندم اعصابم داغونه بدرفتاری میکنم من اون شب فقط گفتم آدم با دست خودش بچه شخونه نمیدسه بیرون همین نه اینکه بری در وست تسلیم یارو بشی ناصر تو هرچی باشه برادر بزرگتر هستی برو با این سعید صحبت کن شاید حرف تو رو گوش کنه بچه خودم به حرفم گوش نمیده چه برسه به سعید؟ اگه به این کارا باشه که سعیدم از خونه تارونده میشه الان این ساعت درس نداشته ولی دلخور نعیمت خونه که نمیاد که نیاد که چی؟ همینم مونده بود که با یه معتاد وصلت کنیم دهن رو با میکنیم به آقا برمیخوره من زیر بار نمیرم آقا جون مخالفین حرفی نیست پسرتونه باید به حرفتون احترام بگذاره گوش بده اما یادمونم نره سعید الان برای خودش استاد دانشگاهست درسته برادر کوچیکمونه ولی به هر حال کلا سرش نمیره میفهمه خام نیست من نمیدونم تو دانشگاه چی به این جوانه مردم یاد میده که خودش هنوز نمیتونه زندگیشو جمع کنه اون موقعی که سعید به آوا دل بست نمیتونست که یه خواهر معتاد داره که دیگه بدتر دروغ بهمون گفتن آدم چطور میتونه بگه خانواده دروغگو اعتماد کنه نه من زیر بار نمیرم گفتم شما اصلا رسمند یه خانواده خلافکار از اینا درست کردی میتونم دو دقیقه با پسرم تنها حرف بزنم حرف بزنی میخوام برم سراغ پدر دختره آقا جون این کارو نکنین همین ما به خانواده آرمان گفتیم میدونی چی جواب بدم؟ گفتن شما نمیتونی جلو دخترتونو بگیرین توقع داریم ما جلو پسرمونو بگیریم تازه پدر اون آوا بنده خدا که اصلا مخالفه این کارو نکنید آقا جون تاوان سنگینی پس میدین ناصر نکنه تو خودتو باعث و بانی این مریضی الهه میدونی ها؟ فقط الهه اون مریضیش نیست آقا جون یه وقتایی یه همچین تلنگری باعث میشه که آدم برگرده و
پشت سرشو نگاه کن. پشت سر تو یه عمر تلاش و کوشش برای خانوادت بوده. یه عمر خیال میکردم بچه باید با مادرش درد دل کنه و از پدرش حساب ببره. غلط فکر میکردم. من حالا میفهمم که الهه چرا این همه پی ازدواج با آرمان بود. چون با اون میتونست دو کلام حرف بزنه، اما عمرن با من نمیتونست. آقا جون، یه حرفایی رو باید به پدر گفت، یه حرفایی رو به مادر. آره، آدم نمیدونه چه حرفایی رو باید بچهش بگه، چه حرفایی رو نباید بگه. نمیدونم با سعید چی کار باید بکنه. سعید اگه میخواست بدون اجازه شما ازدواج کنه این کار رو میکرد. شما بهش فرصت بدین، کاری که من نکردم. آدم وقتی به پشت سرش نگاه میکنه بر اینه که ببینه کجاست و بقیه یه راه رو درست بیاد، نه اینکه غم باد بگیره. آدم ها خیلی وقتا تو کما هستن و خودشون نمیدونن. یه تلنگری لازمه تا به هوششون بیاره. انگاری این کمای آرش حال روز اون نبود، حال روز همه ما بود. بفرمایید شیرین کام باشی. شو جانم بفرمایید. بفرمایید شیرین. میدونم غذا میخوری، بعد غذا بفرمایید. بفرمایید نوش جان. بفرمایید نوش جان. ای کلاس. پای قربونت برم ننه عزیزم، دردت پوستم. قربونت برم. تو چرا زحمت کشیدی اومدی؟ من خود تلفنی خداحافظی کرده بودم ازت. خواهش میکنم، مگه میشد نبینمتونو بریم؟ عزیزم وای چقدر قشنگ عروس گلو. روی قربونت برم، چقدر خوشگله. خیلی دلم میخواست یه عکسی ازت داشته باشم. نگاه ننه جلال چقدر قشنگه. هامون و ما نگاه فیمه خیلی قشنگه. خیلی قشنگ موتی عکس جا نمیشدم. ناسلامتی منم خاله دومادم. اتفاقا یه عکس دست جمعی هم داریم، خیلی خوب شده، اونو براتون چاپ میکنم. حالا مو هیچ عکس دومادم نیست. خاله فیمه ما خودم یه عکسی گرفتم، نمیشد که توش باشم که. هوری خانم کی را میفتی؟ حالا مونده، بمون تا ببینمت خوب. بله هستم خدمتتون. ایشالله وقتی با جلال عروسی کردین میاین خرمشهر. میگم خرمشهر دیدی؟ بچه که بودم یه چند بار با بابام رفتم جنوب، ولی خیلی یادم نمیاد. حالا وقتی اومدی خودم همه جای خرمشهر نشونتون میدم، همه جاش. خیلی دلم میخواست عروسم خانوادتم میدیدم، ولی حالا ببینم خدا چی میخواد. ایشالله ماما دیگه بمونه برای روز خواستگاری. ایشالله به امید خدا ننه. جلال جونو یه دقیقه بیا. ببخش خواب جونو مادرت که رفت
تو هم دیگه دست از این بازی بردار. دست درده کن. همه خاطر خودت، همه خاطر این دختر بیگناه. خانم تو تازه خود رفتی تو بازی، مونه نسیت مبازی؟ جلال، من به کسی کلک نمیزنم، کسی هم سر کار نذاشتم. این راهتونه، اونم راه ما، اونو نصیحت نکن کوکا. ببخشینا اینجا همینجوری شلوغن، همینجوری آدم و قضا و معطل شدین، معذرت میخوام ازتون. خواهش میکنم، من مزاحمتون شدم. خیال دارین، راضی به زحمتتون نبودم، کلی به زحمت افتادین تا اینجا اومدین. به خاطر حوری خانم اومدم. مادرتون انقدر خانم مهربون و دوست داشتنی هن که من توی مدت بهشون آنس گرفتم. منو پسر همون ماما. یعنی میگم با این خالیایی که ما بستم برای خواهرتون، الان دیگه چجوری بیام خواستگاری، چجوری جمعش بکنم؟ اگه قرار باشه بیام خواستگاری، البته که خودم میدونم خالی بستن خر است. میگم رضا چیز فاطمه خانم، این سکوتتون الان علامت همون ضرب المثل رضان، رضایت دارین؟ آقا جلل، من با خانواده‌ام صحبت میکنم، بهتون خبرشو میدم. دستم درد نکنه. البته نمیدونم با این حرفایی که در مورد خواهرم زدین چجوری میخواییم پیش مادرتون رفع رجوش بکنیم؟ شما فقط فرصت خواستگاریه به من بدین، بقیهش با من، اصلا اون با من، شما خیالتون راحت باشه، من همه ای درست میکنم. من فکرامو کردم. یا امام غریب، فقط یه شرط دارم، شما باید حتما به درستون ادامه بدین. رو چشم میخونم، واسه تا تش میخونم، من این سرکیفه چی میگن؟ سرتیفیکت. ها همین، اصلا تا خود دکترها میرم، شما این بلیه به من بگین، بقیهش با من. بفرمایید، معطلتون کرد. با اجازت، چند تا مونده؟ پنج شش تا دیگه مونده. سلام آنسه. سلام علیک. بفهمی. اگه مزاحم نیستم یه چند دقیقه میخواستم با تو صحبت کنم. درباره چی؟ درباره الهه خانم. بفهم. لباس عروس الهه؟ بله، تازه فهمیدم این کلکو زده بود که من پا پس بکشم. حق داشت، مقصر من بودم. همون مدتی که جلو دانشگاهش میرفتم، همین که بعد اون سیلیشون بهم برخورده بود، تو این مدتم زیادی به فکر خودم بودم. خب حالا اومدی اینجا چی بگی؟ چیز خاصی نمیخوام بگم، جسارتاً اومدم چیزی ازتون بخوام، ازتون فرصت میخوام، واسه اینکه منو بیشتر بشناسید، واسه اینکه اجازه بدین یک بار دیگه بیام خواستگاری. حالا دیگه الهه هست که به دردتون نمیخوره. الهه من مریضه. MS داره.
میدونم. گفتم اینو بشنفید. آره سر، من میدونم شما در تا با من چی فکر میکردین. دختر من احتیاج به ترحم تو نداره. انگار شما نمیخواین قبول کنی که من الهه رو دوست دارم. یا من در مورد تو اشتباه میکردم یا تو خیلی عوض شدی. ناقابل آقا مسعود. البته فقط اول حدس بزن چیه بابا. نوکرترینم این کارا چیه دیگه بابا؟ حدس که تو جیب جا میشه؟ بستگی به جیبش داره. ماشین شاسی بلنده. خیلی بابا جدی میگم، ژاپنی آخه یه ماشین شاسی بلند دارن میسازن که جمع میشه قشنگ میره جیب بغل. باور کن خوندم دیگه میگم. نه جدی حدس بزن. نوستالژیکه. نوستالژی؟ آخه نوستالژی ما که از توپ هفت سنگ و تیرکمون و توپ دولایی اون ورتر نمیره که. توپ که نی؟ یکم بیا جلوتر. چقدر آخه؟ یه تا همیشه دوست داشتی میکروسکوپ داشته باشی؟ یادته؟ تو چی یادت مونده؟ مسعود خیلی برات خوشحالم. دست راست خانم رفیعی شدی. و اخلاقی که از اون میشناسم خیال میکردم یه سالی رو نیمکت ذخیره باشی. برش کن خانم رفی اینا رو، منو بردی یک عالم دیگه یا میکروسکو. آزمایشگاه یادته معلمی یه دونه به من زد؟ من از تو میپرسم واقعا اگه اون معلم زیستمون اون نقطه نبود اخلاقش قبول نداری الان من یه دانشمند خفن بودم؟ وجدانی الان همچی کم نیستی. اگر همینجوری بری جلو یه چیزی میشی. چجوری زد تو سرم عقده ایمون تو دلم. ولی مهم نفس قضیه بود. دمت گرم، نوکرترینم واقعا. خب راستیتش الان که به کارم نمیاد، میگم اگه تو اجازه بدی اینو بدیم به یکی این بچه هایی که لازم داره. اتفاقا یکی بچه های همکارم تو بونگا عشق این چیزها رو داشت. یه من یه ایزویدی بدم به همون، شاید اون یه دانشمند بشه. اما که دیگه گذشت. سلام. علیک سلام. بچه ها کجا؟ تو اتاقشونه. چی شده؟ من باید از زن آقا مجید میشنفتم. چیو؟ که یکی میخوای کارگاه واگذار بکنی. نخواستم تو این اوضاع یه بار اضافه بذارم رو دوشت. اش میفهمی چی کار داریم کنی؟ آره باوجون میفهمم. چرا نمیفهمم؟ فکر میکنم بیشتر پهلوی شما باشم بهتره. واقع با پولش میخوای چی کار بکنی؟ هیچ، میذاریم بانک بالاخره ببینیم اوضاع چطور میشه، اون وقت یه فکری با حالش میکنیم. خب به نظرت این مشورت لازم نبود؟ مریم خانم، هیچکی به اندازه من دلبستی اون کارگاه نبود. وقتی من ازش دل کندم بقیه دیگه جای خود دارم. ناصر، من برای خودت دارم میگم. من یه خبر خوب برات دارم. آرمان اومده بود کارگاه، خواستگاری اله خانم. راست میگی؟ آره. وقتا چی گفتی؟ چی گفتم؟ به هر حال با هم دیگه هماهنگ میکنیم، یه وقت تعیین میکنیم بیاین. میگم دلت برای الهه سوخت، رأیت برگشت؟ خواهی بفهم مریضه که.
درد سر میشه. نه میدونست اومده بود. من در مورد آرمان اشتباه فکر میکردم. کسی که حاضر بشه با این احوال الهی باشه ازدواج کنه مرد زندگی. از پامات اینجوری میشدم که رضایت بدین؟ که قبول کنین آرمان مرد زندگیه؟ نه نمیخوام، نه گذشت شما رو، نه سلاح و آرمان رو نمیخوام، نه اون موقعی که مخالف بودی نظر من برا تو مهم بود، نه الان که میشینی دوتایی با هم قرار مدار خواستگاری میذارین. اصلا چیزی از من پرسیدین بهش جواب دادین؟ نمیخوام، نمیخوام، تو رو خدا دیگه حرفشو نزنی. اون موقع که به نظرم هیچ اهمیتی ندادی حتی اگر الان بهش احترام بذاری. بفرمایی. دست شما درد نکنه. خب بالاخره بانو نپرسیدی چیو؟ همون سوال مهمی رو که داشتی. نه خیلی هم مهم نبود، منتها هر روز اولی که اومدی میخواستم ازت بپرسم اصلا از کجا فهمیدی عباس زنده است؟ چجوری دیدیش؟ کسی بهت گفت؟ از روزنامه. اه؟ من یه روزنامه های اینجا اونجا هم میان. نه تو روزنامه های خودشون، و یکی از مسئولین مجارستان بود. البته عکسی ازش چاپ نشده بود، اما تو اینترنت عکسشو پیدا کردم. اما هرچی بود و نبود بالاخره مسبب خیر شد، تو رو پیدا کردم. چه فایده وقتی باعث خیر میشی که شرش به گردنت نیفته. شر بالاتر از این که 30 سال از مملکت دور باشی. یونس ای به فکر ماهی دست از سر عباس وردار. مثل این که تو بیشتر از من به فکر عباسی. ما چه کار عباس دارم؟ به فکر تو. تو که از پس او بر نمیای. بر میام یونس، میترسم آخری کینه. نترس، هنوز منو نشناختی. ها نشناختم. شما چطورین دایی جون؟ آرش خوبه؟ بهتر شد؟ ما هم خوبیم ممنون. به خود ما همش براش دعا میکنیم. چشم، به زندهی سلام برسونیم. خدا. سلام. شما خانم مبشر دختر آقای عباس مبشر هستین، درسته؟ خونتونم تو همین کوچه است. صبح دیدم پدرت شما رسون مدرسه، تا حالا منتظر موندم شما رو ببینم. من شما رو نمیشناسم، ببخشید. فقط چند لحظه میخواستم باهاتون صحبت کنم. همین آقا میگم مزاحم نشین، زنگ میزنم 110 ها. مزاحم نیستم عموتم. یونس عمو؟
ببخشید ولی من اصلا عمو ندارم. این عکس چی؟ این عکس رو میشناسی؟ این عکس فتوشاپه. شما اصلا معلوم نی کی هستین و چی میخواین. فقط مطمئنم دارین دروغ میگین. این عکس رو پدرت داره. اگر تا حالا دورش نریخته باشه حتما بهت گفته که پدر اون ماهیگیر بود، توی جنگ خونمون داغون شد، خونوادمون از بین رفتن. بازم بگم اسم پدرم یحیی بود، یه خواهر کوچولو هم داشتیم به نام طاهره. کافیه. پدرت فکر میکرد که من مردم. اون سالهای جنگ از ایران خارج شدم، در واقع یه جور خودم رو گم و گور کردم، تازه برگشتم. گرچه هنوزم حباس ترجیح میده که من مرده باشم. پدرم بر چی بچه ما رو مرده بدونه؟ اون عاشق خانوادش بود. آره اون عاشق خانوادش بود، جز من. حباس منو متهم به گناهی کرد که هرگز مرتکب نشده بودم. همون موقع هم خواستم باهاش صحبت کنم، بیگناهیمو بهش ثابت کنم، اما گوش نکرد. خب چرا الان بهش نمیگی؟ الان نمیذاره. عباس زندگی منو هر اون قضاوت نادرست خودش کرد. پدر من اینجوری نیست که شما دارین میگین. چرا هست؟ چند وقت پیش اومدم در خونتون باهاش صحبت کنم اما نذاشت، تهدیدم کرد. بابام شما رو تهدید کرد؟ به چه اتهامی؟ اتهامی که دروغ و دغل باشه دیگه فرقی نمیکنه که چی باشه. خب اگه شما راست میگین چرا بعد از این همه سال اومدین سراغ بابام؟ تو زمان جنگ به هم خبر رسید که عباس شهید شده، تا اینکه تو بوداپست از توی روزنامه ردی ازش پیدا کردم، بعدم تو اینترنت عکساشو دیدم. چرا بابام گفت شما مردین؟ یعنی بابام دروغ گفت؟ نه اون دروغ نگفت، اون خیال میکرد من مردم، گرچه هنوزم ترجیح میده که مرده باشم. من اصلا سر در نمیارم شما چی میگین. اصلا چرا اومدین سراغ من؟ پدرت به حرفای من گوش نمیکنه. من باید به یکی حرف بزنم. خب چرا من؟ چرا به مادرم یا اصلا به برادرم نگفتی؟ میدونید طاهره خواهر کوچیک ما بود، عباس خیلی دوستش داشت، خیلی هم شکل شما بود، حتما اسم شما هم طاهره هست داره؟ نه اسم من حسناست. یعنی مامانم میگه بابام دوست داشته اسمم طاهره باشه، ولی چون مامانم از حسنا خوشش میومد دیگه بابامم قبول کرد. حسنا اسم خیلی قشنگیه. ببینین من بازم نفهمیدم شما این حرفا رو چرا به من گفتین. خودم هم نمیدونم. اگر عباس زندگی منو حروم نمی کرد شاید الان یه دختر داشتم مثل تو. اسمش هم میذاشتم طاهره. الو سلام بابا. سلام باز کلید نبردی؟ بابا باید بیای دنبالم. چی شده حسن؟ باید با هم حرف بزنیم. بذار شب اومدم، میدون که کار دارم. نه نه بابا تو خونه نمیشه، نمیخوام مامان اینا بفهمن. باشه شب میام تو اتاق درد بزنیم. چی شده حسن؟ بابا یه آقایی اومد سراغم، با هم صحبت کرد، گفت من عموتم.